چون ما خیلی هر چیزی برامون یه جوری آبرومون رو میبره، خواستم خدمتتون عرض بکنم چون یه اتفاقی افتاده، این به نظرم این بیشتر شبیه موارد قابل اتهام زدن هست برای ریختن آبرو. شهرام جان کی یا آقای کاشانی، یکی از هنرمندان بزرگ و خوب کشورمون، خیلی بزرگ، خیلی زود خسته شدن مثل اینکه، یعنی بدن خسته است و البته ما به این خستگی نمیگیم، یه چیز دیگه میگیم که نمیدونم، حالا شما اگه میگی خسته باش خسته ایچون. خدمتتون عرض بکنم که یه تیکه از ویدیوی خستگی شهرام جان رو ببینیم. به خدا انقدر خستم نگاه کنید، یاد بگیرید، چیزی نمیشه، یه دست میشه به افتخار ما بزنیم که اینقدر خسته ایم و روح دیدیم. همچین صحنه رو دیدم و خودم شوک زده هستم. من خواستم فقط همه اینجور شما عذرخواهی کنم از طرف خودم، انشالله که ما رو ببخشید. من واقعا نمیدونم چی شد، ببخشید. 25 ساله ما تو کار موزیک هستیم، ولی همین چیزی من تو زندگیم ندیده بودم. البته واقعا من اشاره هم کردم به این، من توی دهات ما به این نمیگفتن خستگی، چون اگه قرار بود به این آدما بگیم خسته، ما بعد هرچی کشاورز و کارگره ببریم شورابا تحویل بدیم برای ترک اعتیاد. به در واقع اینا یه مواد، حالا میگم مواد خاصی هستش که بدن آدم رو خسته میکنه، مینوشن با مثلا مزه و میکشن، خمار میشن بعدش، ولی خسته میشه. خدمتتون عرض بکنم که البته اینا هیچ کدوم ربطی نداره، خستگی از زحمت و کار زیاد میاد. که البته خدمتتون عرض بکنم شهرام جان اونقدرم خسته، چون ماچو بوسه ها و کارهای دیگه رو خیلی سریع مثل آرنولد شوارزنگر انجام میداد، اصلا یعنی خستگی نداشت. یعنی به محض اینکه نشست مثلا دو تا دختر داشت همجوری میکردن، یعنی کم مونده بود اونجا خستگی رو نشون همه بده، ولی موقع خوندن و مثلا اینا رو خسته است میخواست بشینه اینا. البته منم همین الان یه احساس کمردرد و خستگی شدیدی میکنم که خب حالا اشکال نداره. حالا بعد اون وقت دوستان این هنرمندان بزرگ میگن چرا ما رو میبرن کافه و رستوران و کلاب بخونی؟ پس نه قربون شکلت، ببرن رویال آلبرت هال لندن مثلا بخونی بگی خستم؟ عزیزم خسته ای؟ خب خسته میشی جیگر، اونجا گنده تر هم هست، حق هم داری، فضا گنده تر که باشه. خب چون تو بیش فعالی هم به هر حال مرض بدیه، جراحی قلبی به هر حال صبح تا شب هفت تا عمل قلب باز داری، خب آدم خسته میشه، کمر گردن اینا در من حق میدم بهت، تو حق داری که خسته بشی و خسته هم نباشی، پاینده باشی. حالا من یه نوع ببین، شاید یکی از دلایل خستگی یه چیز دیگه باشه که اونم راحت به شهرت رسیدنه، وگرنه من یادم علیرضا عصار و دیگه من گروه آریان و محمد اصفهانی و خواننده‌های دیگه داخلی که برای رسیدن به شهرت یه قسمت‌هایی از بدنشون شکافته بود و دوخته بودنش دوباره، 10 شب پشت سر هم 2 سانس کنسرت می‌ذاشتن، میترکوندن، خسته هم نمی‌شدن، خسته نمی‌شدن. خب چرا؟ چون زحمت کشیده بودن دیگه، به تو به همینجا علکی که معروف نشده بودن، چون مثلا مامانشون یا باباشون داد ابی و دیگه نمیدونم گوگوش و داریوش، اینا 10 تا کشور پشت سر هم کنسرت میزنن، از این هواپیما به اون هواپیما، از این هواپیما به اون هواپیما، انقدر خسته نمیشن. قربونت برم که تازه سنشون هم خیلی بالاتر از تو خیلی بدنت ضعیفه، ویتامین سی بخور قربون شکلت برم من، تو بدنه آدم اینقدر چه، تو مثل تو خیلی شبیه فرهنگ و تمدن ما شکننده ای، خیلی هی خدشه بهت وارد میشه. حالا احترام به مخاطبم هست که برای بعضی از هنرمندا البته خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی موقع شماره گرفتن و بوس و این مواقع مثلا خیلی
اهمیت داره واسه ما، احترام به مخاطب. چند وقت پیش پینو خواننده ایتالیایی کنسرت داشت، سنش هم بالاست تقریبا، از شهرام چون خورده سنشون بالاست مثلا 60 سالشون. احساس خستگی و سرگیجه شدیدی کرده بودن قبل از کنسرت و همه هم گفته بودن میخوای کنسرت رو کنسل بکنیم، کنسرت رو کنسل بکنیم. گفته بود نه، من میخوام که این کنسرت رو انجام بدم و برگزارش کنم چون کلی مخاطب دارم. روی صحنه موقعی که داشت برنامه رو اجرا میکرد و چقدرم خوب اجرا میکرد، یک لحظه وسط آهنگ گفت ببخشید یک لحظه من نمیتونم بخونم و مرد. اینو برای شهرام جان گفتم که خیلی خسته بود. خسته نباشی شهرام جان.